بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. با تقدیم بهترین سلام ها و درود ها بر خاتم پیغامبران نبی مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان و همچنین عرض سلام و احترام خدمت یکایک شما سروران، ورق میزنیم صفحه دیگر از مصباح الهدا را در محضر شما بزرگواران تقدیم میکنیم. به شما این مصباح الهدا را در شامگاه اولین روز ماه صفر 1443 هجری قمری از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم در این ماه بزرگ. امشب توفیق داریم در چهارشنبه دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. بنده به نمایندگی از شما به میزبانی استاد بزرگوار دانشمند محقق جناب آقای رضوی هستیم با مبحث مصادیق معروف و منکر. استاد عزیز سلام علیکم. سلام علیکم شما باشید. سلامت باشید. خیلی ممنون. شکر. استاد بزرگوار توفیق داریم امشب هم در محضر شما باشیم و از مصادیق معروف و منکر انشالله از بیانات شما استفاده بکنیم. امشب انشاءالله میخواییم که طبق برنامه‌ریزی که شده به سراغ خرافات بریم از یکی از مصادیق منکر. اگر احوال پرسی دارین با عزیزان بیننده داشته باشین و انشاءالله سوالات از محضر شما خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تجعلنا من المبتذلین بدینک. عرض سلام دارم محضر همه بینندگان عزیز و جناب شما جناب آقای ناصری، در خدمتتان هستم. استاد عزیز، برای که از وقت ما بهتر و بیشتر استفاده بکنیم، سوال اول از شما خواهیم پرسید به این طریق که معنا و مفهوم خرافات از لحاظ ریشه‌ای چی هست و انشاءالله سوالات بعدی را از محضر شما خواهیم پرسید. خرافات یکی از منکرهای پایه‌ای در مسائل دینی میتونه باشه، یعنی از منکرات است که اگر در جامعه ترویج پیدا کنه و رواج شوه، حقیقتا مثل یک موریانه اون پایه‌های دین را سست میکنه و دیدگاه‌های مردم و اجتماع را نسبت به جامعه حقیقتاً با یک دید خاص دیگری نگریش میده. یعنی دین یک چیزی بیهوده و اسطوره‌ای و افسانه‌ای تلقی میشه، همونطور که متاسفانه الان اکثر کارهایی که انجام میگیره و تحت عنوان خرافات از اینها تعبیر میشه، نسبت به اینها یک دیدگاه خاصی در مکاتب دیگر غیر از مسلمان‌ها پایه‌ریزی شده و یک دیدگاه خاصی وجود پیدا کرده. و خاطر این مسائل میگن مثلا اعتقادات فلان گروه یا فلان مذهب یا فلان دین خرافی و بیهوده و اسطوره‌ای و در واقع حقیقت نداره. به خاطر اهمیت این مطلب، خب ما عنوان را تحت همین مسئله مطرح کردیم که بالاخره بحث خرافه باشه. خرافه را اونطوری که در لسان العرب و همچنین در تعبیرات فارسی ده خدا و امثال اینها فرهنگ عمید مطرح میکنه، از نظر لفظی به معنای بیهوده است، کارهایی که اینها حقیقت نداره و حقیقتا افسانه است یا اسطوره است، اونطوری که در قرآن عظیم الشأن به عنوان اساطیر الاولین تعبیرات خاصی داریم، یعنی اون گفتگوها و مطالب نامفهوم و خرافی و افسانه‌ای که قبل از زمان تاریخ مثلا مطرح می‌شد. از نظر اصطلاح هم هر نوع عقیده و عمل نامعقول یا غیر منطقی را اونطور که دانشمندان اسلامی و علما مطرح کردن اصطلاح شده، یعنی هر امر مثلا مرموز یا خیالی یا وحشت‌های غیر منطقی اونطوری که در بعضی مناطق مرسوم هست، میگه آقا جن زده شده مثلا،
در حالی که از چیزی ترسیده وحشت کرده، حالا یا موهوم بوده، خیالی بوده، یا یک چیزای واقعی رو دیده اما این در دلش نفوذ پیدا کرده، در اون روح جانش نفوذ پیدا کرده، الان از اون میترسه یا در خواب خودش میترسه، در حالی که اینا هیچ کدامش مثلا واقعیتی نداشته در زندگی. لذا هر عمل غیر معقول و غیر عاقلانه را، هر عمل مرموز و خیالی را، هر عملی که حقیقتا تعقل در اون نباشه و منطق لازم در اون استفاده نشده باشه، در اصطلاح این تعبیر به خرافه شده. استاد عزیز، ریشه و پیشینه خرافات چی است؟ از کجا منشأ میگیره؟ همونطور که خدمتتون عرض کردیم، در اکثر طول تاریخ اگر انسان ملاحظه بکنه، مسئله خرافه به عنوان مطرح شده و مطرح بوده، مثلا جنگیری، جنزلگی یا استفاده از رقیه ها، تعویز ها، مثلا نشره ها و امثال اینها در طول تاریخ بوده. اما اون چی که بعد از دین اسلام مطرح شده و در کتاب تاریخ مثلا در الاصابه ابن حجر عسقلانی مطرح کرده، میگه خرافه اسم یک شخصی بوده که جن زده شده بوده، چیزهای خیالی رو مطرح میکرده. البته در روایت از طریق اهل سنت هم مثلا مطرح شده، یکی از زوجات رسول مکرم اسلام این روایت را ذکر کرده، میگه که ما روزی در محضر حضرت پیغمبر از خرافه بحث میکردیم، حضرت فرمودن شما خرافه را نمیدونید چیه. خرافه اسم یک شخصی بوده که بسیار آدم خوبی بوده به تعبیر ما، اما متاسفانه ای جین زده میشه یا جینها ای را میبره حالا در محلی، بعد از یک مدتی از زیر بار مثلا جینها رهایی پیدا میکنه، ولی وقتی میایه یک حالت جنون خاصی پیدا میکنه، یک حالت روانی غیر نرمال پیدا میکنه، بعد کلمات رو میگه، مثلا اصطلاحات رو به کار میبره که اینها غیر معموله. لذا میگه در اون روایت هست که شما چی میدونید خرافه چیه؟ خرافه اسم یک آدم میگه که در حقیقت این آقا به این کیفیت جن زده شده بوده، الان چیزای خیالی رو مطرح میکنه و میگه، و از همی بنا در دین اسلام اون چیزی رو که دارای حقیقت نباشه، ماهیت بسیار مرموز داشته باشه، ماهیت خیالی و وهمی داشته باشه، ماهیت غیر حقیقی و افسانه‌ای یا اسطوره‌ای داشته باشه، اینو میگن خرافه. و حقیقتا یک چیز بی ارزشیه که مبنای دینی و دلیل و برهان برای این مطرح نشده در دین، لذا اینو میگیم یک عملی است که پوچ است و خیالی. استاد عزیز، ظاهرا خرافه یا خرافات یا خرافه گرایی نشأت میگیره از جهالت و نادانی انسان ها و در واقع از ندانستن ما. اگر یکان وقتی میترسیم، اگر یکان وقتی بنا به دلایل یک اتفاقی میفته که این همزمان شده با یک اتفاق دیگر، ما میگیم شاید یک نوع همزمانی، یک نوع نحس بودن، یک نوع اتفاقاتی هست که شاید ما اینها رو به عنوان خرافه قبول میکنیم. و اگر چند بار هم در زندگی ما یا در زندگی اشخاصی که اطراف ما زندگی میکنن تکرار شوه، ما بیشتر اعتقاد پیدا میکنیم به این خرافه و احساس میکنیم که نه، این خرافه واقعا یک ریشه و یک واقعیتی هم داره. سوال بعدی ما است از نظر شما که بریم ما چند نمونه از مصادیق خرافات هم اگر امکانش هست عنوان کنید. بله، فرمایش شما درست است. یکی از منشأ های خرافه میتونه جهل باشه، اما منشأ های دیگه داره که انشالله در خلال مطالب خدمت شما و بینندگان عزیز عرض میکنیم. اما نمونه های خرافه حقیقتا در جامعه فعلی ما یک چیزی شده که دیگه هر طرف به چرخیم، به تعبیر ما میبینیم که خرافه وجود داره، چی در مسائل عرفی ما، چی در مسائل اعتقادی ما، چی در مسائل سیاسی ما، چی در مسائل فرهنگی و الی ماشاءالله هر طرف که ما میبینیم خرافه های متاسفانه با اون اصالت های دینی، با اون برنامه های دینی و معتقدات دینی وجود پیدا کرده. مثلا یکی از اینها را شما میبینید که الان دیگه دامنش باز شده، مسئله تعویض ها و ایجاد محبت با نشره ها و رقیه ها و کاغذ هایی است که روی اینها مطالب را می نویسند، حالا یا به عنوان دعا یا به عنوان اشکال
یا شویستا، شستنی ها به تعبیر ما، خب خیلی مرسوم است. مثلا ما میبینیم فلان آقا در فلان محل یک دکان برای خودش، دری برای خودش باز کرده، یک در در مسائل مختلف شستنی برایش میته. میگه آقا شما برو مثلا فلان مشک را پیدا کن با فلان کیفیت از فلان آهو، اینا بیار، بعد من روی این دعا میخونم، بعد با آب مثلا کذایی اینا غساله میسازم و غسل میتم، بعد شما بر این استفاده کن. در قبال این کار میبینیم پولهای کلان را میگیرن. و حتی ما میبینیم در جامعه ما سوء استفاده های بسیار بسیار غیر منطقی از آیات قرآن میشه. ما در بعض مطالب میبینیم آقا میگه شما برو یک مقدار ادرار شطور پیدا کن، بعد آیات قرآن را میگیرن با مثلا فرض کن این ادرار شطور مینویسه، و بعد این میگه به آقا میگه برو شما اینا به عنوان تداوی استفاده کن. یکی از نمونه هایش اینه دیگه. الان که ما میبینیم از نظر اعتقادی اعتقادات مسلک های در جامعه فعلی ما مخصوصا بین مسلمان ها رواج پیدا کرده که اکثر اینها اعتقادات خرافیه. شما میبینید پیری در اونجا نشسته، بعد آقاها نمیگیم یک نفر، مجلسی ترتیب داده، هر کدام اینها میپرن دست آقا را میبوسن، آقا هم دست نوازش به سر و کله از اینا مینوازه و مقدار پولم میگیره به حالت تقریبا جنونوار. به حالت جنونوار که اگر حقیقتا اینها را آدم نگاه کنه میبینه غیر از خرافات چیزی دیگری وجود نداره. مکاتب عرفانی غیر اعتقادی، مکاتب عرفانهای کاذب، مثلا در بعض اعتقادات متصوفه و امثال اینها ما میبینیم این قضایا بسیار رواج پیدا کرده. پیروی از اشخاص و تقدس سازی یک عده یکی از مسائل است که حقیقتا جزء خرافات بیشتر مذاهب که الان غیر از تشیع هست متاسفانه قرار گرفته. در افغانستان ما مصادیق بسیار خاصی را ما پیدا میتونیم و خیلی زیاد هم است. چله نشینی های بدون محتوا و استفاده کردن از چیزهایی در این چله نشینی ها که واقعا مناسب با مسائل دینی و اعتقادی ما نیست. دستبوسی های مختلف، شما ببینید الان پیر مجددی در کابل خانه و لانه و کاشانه داشت، یک ایده از اینا از آقایون میرفتن به عنوان پیر تمام مقدسات دینی را در اونجا هتک میکردن متاسفانه، برای اینکه پیر مثلا خوشحال شوه. یا پیر سید احمد گیلانی وقتی در بین کوچی ها آقا میامد، حتی میرفت اونجایی که مثلا مدفوع میکرد، حالا بالاخره خیلی تعبیر نامناسی و محضر بینندگان عزیز و دید شما، استنجا میکرد، اینا رو میگرفتن سنگچینی میکردن، بعد از اینا خیلی هم به عنوان تقدس یاد میکرد. یا الان مثلا آقا خان در اسماعیلیه به همین کیفیت سالانه وقتی وارد افغانستان یا کشور اسلامی میشه، این پیروان اسماعیلی به گونه بسیار بسیار اجحافامیز این هم میاین داره تقدس میسازن و از اون چی که دارونه داره خلاصه بهره میبرن. در بین خانواده ها ما میبینیم گره زدن پارچه ها، قفل ها در زیارتگاه ها خیلی چیزای مرسومیه. الان اگر ما در عتبات بریم میبینیم پنجره های وجود داره، اونجا قفل ها را گره زدن، پارچه ها را گره زدن. خب اینها همه از مظاهر خرافات هم. ما در دین اسلام همچی چیزی نداریم که آقا پارچه را در درخت یا در مثلا عتبه امام بسته کنن یا در زیارتگاه یا در امامزاده ها و از اینها حاجت بگیرن، همچی چیزی قفل بزنن، مثلا این قفل باز شده. بدترش اینه که ما میبینیم یک دهی قفلا رو که بسته میکنن بعد با دستشان میکشه، اگر خیلی زور داشته باشه قفلا باز بشه، میگه به به حاجت ما چی شد، حاجت ما روا شد. در حالی که اینا اعتقادات باطل، ما در دین همچی چیزی نداریم.
اعتقاد به وجود نقش دست و پای ائمه یا پیغمبر یا موی پیغمبر. الان شما در بعضی کشورهای اسلامی مثل ترکیه و امثال اینها که خرافات یا پاکستان بسیار بسیار گسترش پیدا کرده، وقتی مرید جاهایی را به نام موی مبارک درست کردن. خب این موی مبارک چیه؟ اونجا یک صندوق را گذاشتن با پارچه های بسیار نفیس، اینا میپیچنن، بعد وقتی باز میکنه لایه اول، لایه دوم، لایه سوم الی لایه های آخر. صندوق هم باز میشه، در غزنی هم هست، در کابل هم هست، در قندهار هم هست. ترکیه بیشتر از استفاده میکنه، پاکستان بیشتر از این استفاده میکنه. ما میبینیم آخرش باز میکنه، یک تار موی نازوک را در میاره، میگه این موی مبارک حضرت پیغمبر، در حالی که موی حقیقتاً ظرفیتی این نداره که بعد از مثلا 1400-1500 سال باقی بمانه. و از این قبیل کمر بستن مرید مثلا یکی از چیزهایی که مرسوم است. خب آقای فلانی به عنوان یکی از مظاهر دینی میره مثلا کمر آقا رو بسته میکنه. خب کمر بسته کردن یعنی چی؟ بالاخره چی خصوصیت داره؟ ما در دین همچی چیزی نداریم. و مهمتر از اینا نحوست تعداد از حیوانات جزو خرافات. آقا سفر رای میشه، میخوای بره مسافرت، گربه از جلوش میه یا گنجشک میپره یا کلاغ از بالا قهقه میکنه مثلا، یا آقا میگه من مسافرت نمیرم. چرا؟ به خاطر اینکه خب نحسسی کار ما. یا نحوست ایام، نحوست ایام. ایام الان در ماه مبارک سفر قرار داریم، اکثر مردم اونایی که واقعا حقیقت دین را نمیشناسند و در جهل و خرافه زندگی میکنند، ماه سفر را میکنیم ماه نحس، در حالی که ما داریم ان الایام لله، ایام مال خداوند متعال، متبرک شده به اسم خداوند متعال. ما نمیتونیم نسبت به هیچ روزی، نسبت به هیچ زمانی بگیم که این زمان زمان نحس، مگر قضیه واقع شود که بالاخره نسبت به ما یک حالت بدیومنی داشته باشه که این میشه یک حالت خاص. نه اینکه از این ما قیاس کنیم که بله در ماه سفر، از اول ماه سفر تا آخر ماه سفر ما در حالت نحوست به سر میبریم. استاد رضوی بزرگوار فرمودید اول ماه سفر، ما در ابتدای ماه سفر قرار داریم، چیزی که در شبها و روزها بسیار در فضای مجازی مخصوصا دست به دست میشه در بین گروه های مختلف، که متاسفانه مذهبیون ما هم کسانی که متدین هستن بیشتر این مطالب رد و بدل میکنن، در مورد احادیث و روایاتی است که در مورد اول ماه سفر آمده و بالاخره یک سری کارهایی که تخم مرغ بشکنید و نمیدانم خونریزی کنید یا حالا صدقه که آمده واقعا، و این کارها رو میکنن و اینها رو ترویج میدن بین گروه مختلف و تاکید دارن که نحوست ماه سفر رو از بین ببریم با این روش ها. و حالا ما دقیقه پایانی ما در بخش اول هست و انشاءالله از در بخش دوم هم از محضر حضرت عالی استفاده خواهیم برد، با این عنوان که چقدر خرافه به دین ما آسیب زده، چون اکثر خرافه های ما را با آب مذهب و آب دین میشورن و ای را به خورد ما میتن. در خدمت شما خواهیم بود استاد در بخش دوم. در خدمتتون هست. سلامت باشین. یک فاصله رسانی بسیار کوتاه از شما عزیزان خواهیم گرفت و دوباره به محضر شما برمیگردیم. همچنان در محضر استاد رضوی بزرگوار هستیم. کاروانی کوچک در صحرای سوخته و پیش می رود، صحرایی که از آسمانش مرگ می بارد و از زمینش بلا می روید. این کاروان کوچک تنها در آغوش مرگ خیمه خواهد زد و اهل آن تنها در لباس سرخ حاجی خواهند شد. از سرزمینی میگویم که سنگین ترین داغ ها را به دوش میکشد، از خاکی میگویم که عظیم ترین ذبیح الله را در خود جای داده است، از کربلا میگویم، از کربلا میگویم، از سرزمینی که خاک نیست تا غبار زمان بر آن بنشیند، قصه نیست تا از یادها برود، قطعی از بهشت است که بر خاک نازل شده است. کربلا یک سرزمین سوخته
در میان درود نیست، کربلا معبر عشق است. کربلا سرزمینی است که در خاکش 72 ستاره خونین خاکستر شده اند. کربلا سرزمینی است که خاکش رشک بهشت است و عاشورا شگفت ترین فصل تاریخ است. روشن ترین راهی که از سال 61 هجری تا کجای زمان کشیده شده است. کربلا عمیق ترین زخمی است که بر جان ها نشسته است. رساترین فریادی است که در سرسرای تاریخ تنین افکنده است و اینک حسین به کربلا می آید. می آید تا یزید همه کاره دنیا نباشد، می آید تا آیین سبز محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به دست فرزندان ابو سفیان در خاک نشود. می آید تا ذوالفقار علی علیه السلام در نیام نپوسد. می آید تا پرشکوه ترین حج تاریخ را به نمایش بگذارد. می آید در طواف عشق لباس سرخ شهادت بتن کند. می آید تا حج از روزمرگی بدر آید و کعبه دیگر خواب خدایگان پوشالی را نبیند. می آید تا از این پس طواف اهل دل کربلا باشد. از کربلا تا قیامت خطی ممتد کشیدن، جاده‌ای برای سفر عشق، راهی برای رفتن و رسیدن. پای در راه بگذار، می بینی که جاده خود راهبر است. کربلا سرزمین شگفتی است که تنها با دست و پای قطع شده می توان به وصال رسید. اگر مرد راه باشی، تکلیف فقط با کربلا روشن می شود. راهی که تنها با پای عقیده و جهاد پیمودنی است. اینک این تو و این کربلا، در این آزمون حیرانی و در این ابتلای عظیم کجا خواهی استاد؟ در صف حسین یا یزید؟السلام علیک یا ابا عبدالله. ای خدا، روزهای دشواری است، غم گرفته تمام دنیا را. ما به سویت پناه آوردیم، جان مهدی نگاه کن ما را. سربزیر آمدیم و شرمنده، ناله و اشک و آه آوردیم. ای طبیب همه مریضی ها، سرطان گناه آوردیم. بین آشفتگی این عالم خواستی تا که امتحان بشویم. ما ولی آمدیم اینجا که بیمه صاحب الزمان بشویم. یک بلا آمده است و این نوکر دیگران یار غیرتی تو نیست. آه آقا ببخش، هیچ کسی نگران سلامتی تو نیست. ای به قربان جد تشنه لبت، سفر آرزوی ما شده است. راه را بستند، کاری کن، دل ما تنگ کربلا شده است. مجددا خوش آمد میگیم خدمت شما بزرگواران. همچنان با مصباح الهدا از بستر رسانه تلویزیون جهانی هادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میکنیم در بخش دوم، همچنان در محضر استاد رضوی بزرگوار، با مبحث مصادیق معروف و منکر که امشب استاد در مورد خرافات برای ما صحبت میکنن. استاد عزیز مجددا سلام علیکم و بدون فوت وقت سوال اول از شما خواهیم داشت. علل شیوع خرافات در بین جامعه چی است استاد؟ همونطور که در ادامه مباحث حضرت عالی در بخش اول به این نتیجه رسیدیم که شاید یکی از علتهایی که بسیار مردم به خاطر او به خرافات میگروند جهالت آنها باشه. در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم محضر همه بینندگان عزیز. قبل از این که به سؤال شما بپردازم، یکی از مصادیق دیگر خرافات رو که حقیقتا در جامعه فعلی ما خیلی رواج داره محضر شما و بینندگان عزیز عرض میکنم، و اون مسئله نحوست اعداده. یعنی در بعضی کشورها مثل افغانستان خود ما اینطور تلقی شده که بعضی از اعداد نحس است. مثلا شما فرض بفرمایید در افغانستان عدد 13 را یا عدد 39 را نحس حساب میکنن، و این چون خرافات هست و موهومی، آثار بسیار بسیار بدی را در جامعه افغانستان به وجود آورده. مثلا در زمان حکومت حامد کرزی یک لوی جرگه استرای تشکیل داد. حامد کرزی در اونجا 40 تا کمیته درست کرده بود. در کمیته 39 چون میگفتن که عدد نحس است، هیچ کسی وارد نمیشد. عجب. و الان در افغانستان این پلاکای موتور یا ماشین را اگر عدد 39 باشه نحس میدارن و هیچ کس اینو قبول نمیکنه. لذا به خاطر همین مطلب الان وزارت داخل افغانستان اعلام کرده که حدود 1 میلیارد افغانی ما از نحوست عدد 39 ضربه خوردیم، و این یک چیز بسیار موهوم و خیالی و متاسفانه دارای آثار بسیار بسیار زشت و نامناسب در جامعه افغانستان است که در کشورهای دیگر متاسفانه این مطلب وجود دارد. با ذکر این نمونه ها به این نتیجه میرسیم که خرافات یکی از منکرات دینی، عرفی و اجتماعی است که حتی در مسائل سیاسی هم رد پایش را موریانوار ما تجسم دادیم و پیدا کردیم و میبینیم که آثار زیانباری را خرافات در اجتماعات اسلامی، در خانواده ها و افراد به وجود آورده. حالا ما ببینیم، بعد سؤال شما میپردازیم که خب علت گرایش به خرافات چیه؟ چرا انسان ها به خرافات گرایش پیدا میکنن؟ نکته اولی که عرض میکنم اینه که تعداد از مسائل خرافی ناشی میشه از اون متون دینی ما که ناپیراسته شده، ناپیراسته هست و ناپیراسته بوده متاسفانه، و این ناپیراستگی هنوز هم ادامه داره. در کتاب تاریخ، در کتب تاریخ اگر ما ملاحظه کنیم، مسائل خرافی از ادیان گذشته و زمانهای گذشته تاریخ و تاریخ انبیا تا تاریخ پیامبر اسلام و حتی معتقدات دینی ما اونقدر نفوذ کرده که این دامنه ها الان متاسفانه در جامعه قابل انتشار است و مردم به اینها اعتقاد داره و وابستگی پیدا کرده. نمونه اینها که بسیار معروفه و در دست محققین و پژوهشگران هم متاسفانه علما و دانشمندان وجود دارد، تاریخ طبریه. شما اگر تاریخ طبری را از سر تا ته نگاه کنید، موارد بسیار زیاد خرافات در این کتاب متاسفانه وجود داره. خب در دسترس همگان هم است دیگه. الان این مسئله نرم افزارا کار بسیار راحت کرده. اصل کتاب با ترجمه کتاب در اختیار همه هست و همه هم میتونه از این منابع استفاده کنه. اونایی که حقیقتا یک اطلاعات صحیح دینی نداره، وقتی به این کتاب مراجعه میکنه میبینه دارای مطالب خرافی هست و اینو برداشت میکنه، در جامعه هم انتشار میده، مردم دیگه هم دنبالش متاسفانه راه میفته. یکی از مسائلی که در تاریخ طبری وجود داره که اینا در جلد 1 صفحه 41 عزیزان میتونه مراجعه بکنن، مسئله تجسم است. تجسم خداوند متعال. آقای طبری آمده یک روایت را از وهب ابن منبه که حالا بعدها انشالله اشاره میکنیم که کی هستی آقا، آمده برداشت کرده این روایت را از وهب ذکر میکنه. وهب آمده خداوند را مجسم کرده، هیکلش را، قیافش را، بالاخره به یک حالتی که این در مادیات وجود داره. ما میبینیم مادیات دارای جسم است، تجسم پیدا میکنه، جسمانیت داره، چشم داره، دهان داره، پا داره، گوش داره و امثال اینها مثل انسان ها.
طول و عرض داره طول بالاخره عرض داره، بالاخره افق داره، بالا داره، پایین داره. اما در خداوند متعال همه این مسائل متاسفانه کاملا مطالب خرافی و از مطالبی است که دور از اعتقادات صحیح اسلامیه. این آقا آمده در این کتاب خودش میگه حدثنی عبد الصمد انه سمع وهبا یقول و ذکر من عظمته، میگه وهب ذکر عظمت خداوند متعال را مطرح میکرد، بعد در مورد رسید گفتین نه السماوات و الارض و البحار لفی الهیکل، تمام آسمان و زمین آمده خلاصه شده در هیکل و قیافه خداوند متعال. حالا هیکل چیه؟ و ان الهیکل لفی الکرسی، بعد آمد بالاخره گفت هیکل این قیافه هم در کرسی. خب جا داره دیگه، بالاخره وقتی چیزی تجسم پیدا میکنه زمین و آسمان در این خلاصه شده، این محل خودش کجای محل خودش؟ گفت در کرسی قرار داره. بعد این نکته را در نظر داشته باشید که آقا میگه و این قدمیه عز و جل علی الکرسی، خدا همینطوری روی این کرسی نشسته، کرسی مثل کرسی های ماه، مثل صندلی های ماه. خدا زمین و آسمان را گرفته در خودش، در قیافه خودش جذب کرده، خودش هم بالا یک صندلی نشسته، پای خودم دراز کرده، بالاخره و این قدمیه لعلی الکرسی، بالای کرسی پایش همینطور جمع کرده نشسته. ببینید این حالت را وقتی ما در متون دینی میاییم باز میکنیم، مسئله تجسیم خداوند متعال و تجسم خداوند متعال در ذهن ما حقیقت پیدا میکنه و به عنوان یک مطلب خرافی جا پیدا میکنه. حالا اگر این مطلب را ما بیاییم به یک انسانی که از خصوصیات دینی اطلاع نداره، از فلسفه دینی خبر نداره و حقانیت خداوند متعال را و اون صفات بارز الهی را تشخیص نمیده که خدا چی موجودیه، موجود علل اطلاق که ما هیچ گونه تجسمی، هیچ گونه حالت خاصی برای اون نمیتونیم فرض کنیم و صفاتش صفات عالیه که برای انسانها اصلا کنه ذاتش قابل درک نیست. اگر این حالت را در این کتاب کسی پیدا کنه و ببینه و انتشار بده برای دیگرها، کلن حالت تجسم برای خداوند متعال تمثیل پیدا میکنه و میشه جزء خرافات دینی. یا در مورد دیگر، نمونه دیگر اینه که در مورد حالت جبر تاریخ طبری اینطوری داره، لقد جف القلم بما هو کائن، میگه دیگه قلم خشک شده، قلم خداوند خشک شده. دیگه او تعبیری که ما در آیات خدا در آیات قرآن داریم که خداوند علل اطلاق اختیار در اختیارش هست و انسان را هم موجود مختار خلق کرده، در این روایت که آقای طبری در این کتاب مطرح کرده میگه دیگه قلم خشک شده، هیچ کس حالت تغییر یا تبدیل نداره، دیگه از حالت اختیار کلن انسان ها خارج شده، جبر مطلقه. لقد جف القلم بما هو کائن الى الابد، و نتیجهش این میشه که بالاخره لقد جف القلم من السعادت و شقاوت، دیگه سعادت و شقاوت اصلا معنا نداره. آدم همه مجبوره در میان هفت دریا تخته بندم کرده ای. وقتی این تخته بندی هست دیگه انسان اختیار برای خودش تصویر نمیشه، فلا مجال للتغییر ولا للتبدیل. البته این برداشتی از این کلام بشه، وقتی ما میگیم جف القلم به ما هو کائن، یعنی قلم کلا دیگه مسدود شده، نتیجهش اینه که دیگه مجال برای تغییر، برای تبدیل نیست. و انما یعمل الناس الیوم فی ما قد فرغ، میگه دیگه حالا هر چی انسان دست پا میزنه کار تمامه دیگه، اون مشیت الهی تعلق گرفته، قبلا هر چی شده شده دیگه، تو الان در زندگی خودت اختیار نداری، در خانواده خودت اختیار نداری، اختیار اجتماعی نداری، اختیار سیاسی نداری، فقط تو را خداوند به عنوان یک سنگی آفریده، هر چی که دلش میخواد همو رو باید بکنی. استاد خیلی چیزها سیر سوال نمیره با چیزی که چرا دیگه چرا ما کار خیر و خوبی که انجام بدیم دیگه کلا میشه حالت جبر دیگه، بله کار منفی که انجام بدیم دیگه عقابی نداره و یعنی در واقع اختیار از انسان سلب میشه، عدالت از خداوند سلب میشه، تعداد صفات الهی که اینها دلالت بر اختیار انسان و تمام موجودات داره، اینا از خداوند متعال و انسان سلب میشه. و این درست همون اعتقادیه که یهودیت یهود اونو ترویج میکرد که آیه قرآن هم داره، اینا گفتن مقالت الیهود
ید الله مغلوله، دست خدا بسته است دیگه، کاری نمیتونه بکنه، آمده خلقت کرده خودش رفته دنبال کار خودش، نعوذ بالله. در حال که قرآن میگه غلت ایدیهم، خدا دست اینها رو بسته کرده، اینها در واقع مغلولیت شده به خاطر این اعتقاد فاسد و زشتشان، و لعنوا بما قالوا، اینا مورد لعنت خدا قرار میگیره با این اعتقاد جبرش. اینجا یک پرانتزی بزنیم برای کسانی که اینها در حقیقت دنبال سلب اختیار از انسان و خداوند متعال است. خدا خودش میگه لعنوا بما قالوا، با این اعتقادشان مورد لعنت و نفرت خداوند متعال قرار میگیره. بل یداه مبسوطتان، بلکه دست خداوند متعال کاملا بازه، ینفق و کیف یشاء، در این عالم، در این زمین، در این آسمان، در موجوداتی که خلق کرده هر گونه دلش بخواهد تصرف میکنه و انسانم از این اختیار در حقیقت تمیت میکنه. منظور از دست قدرت. بله دیگه. و نتیجه اینه که ببینید یکی از عوامل خرافات زا که حقیقتاً بسیار بسیار در جامعه اسلامی سبب گزندهای فراوان و آسیب های بسیار بزرگ شده، این متون ناپیوسته ناپیراسته ماست که در تاریخ، در تفسیر، در حدیث و امثال اینها وجود داره و اینها در دست یگان، در دست همه انسان ها و همه پیروان اسلام و مسلمین قرار داره. از اینا وقتی برداشت میکنه، اگر حق تشخیص، اگر اون حقانیت تشخیص در دست انسان نباشه و اطلاعات پایه‌ای دینیش استوار نباشه، خب دنبال خرافه را میفته. و این یکی از علل ترویج خرافات در جامعه دینی ماست متاسفانه. استاد عزیز، چیزی که به ذهن بنده زد در این لحظه است که شاید یکی از علتهای شیوع خرافات سوء استفاده حاکمان جور هر زمان از این متون ناپیراسته که حضرت عالی فرمودین باشه. در واقع انتشار جبرگرایی، شایع کردن جبرگرایی بین انسان ها، که ما اگر حاکم شما هستیم در واقع چیزی است که خدا خواسته و شما هیچ اختیاری از خودتان بله درست فرمایش ما اگر استفاده بکنیم از این فرصت که شاید حدودا 3 دقیقه در خدمت شما باشیم، بحث شبهاتی که متاسفانه این روزها در فضای مجازی بسیار هم زیاد هست در مورد قیام حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، که خیلی ها میگن که این خواست خدا بوده، امام حسین بالاخره با خانوادهش هر اتفاقی که افتاده در روز خواست خدا بوده و چیزی نیست که شما برش بخواین عزاداری بکنین، یا عزاداری شما بی‌معناست و در واقع خواست خدا را شما نمیتونستین تغییر بدین، یا امام حسین هیچ اختیاری در این قضیه نداشته. و خیلی متأسفانه شبهات زیادی در این مورد هم هست. نظر حضرت عالی ما حتما میشه. شکی نیست که هر دو تا مطلبی که شما فرمودید، مطلب اولش که خب اکثر پایه های جور متاسفانه در بین اسلام و مسلمین، خلفای غاصب برای توجیه اعمال خودشان پایه گذاری کردن و یک عده کسان را که اینها حقیقتا توجیهگر جبر بوده و رایج دهنده جور بوده، اینها آمدن اینها را استخدام کردن برای اینکه اعمال خودشان توجیه بکنن. اما مطلب دوم، امام حسین به دنبال مشیت الهی بود، اما با خواست خودش و با اراده خودش آمد قیام کرد در برابر ظلم یزیدی، تا اینکه این حکومت فاسد را و اون فساد را که ناشی شد از این حکومت برچینه و خودش به عنوان ولی مسلمین که به حق امام مسلمین و جانشین پیغمبر خدا بود، هدایت جامعه اسلامی را در دست خودش بگیره و کنترل کنه. اما هیچ گونه جبری در اینجا وجود نداشت. حضرت میتونست از همون مرحله اول وقتی ولید آمد به دربار خواست اصلا حرکت نکنه، میگه خب با ما چی، یزید آمده حکومت کرده، خب بگذار بکنه کیف خودشو بکنه. در حالی که امام حسین از همونجا اعلام کرد که من در برابر یزید شخص فاسد هیچگاه نخواهم مثلا تسلیم شوم و بالاخره استادگی میکنم، و اذا بولیت الامه براع مثل یزید ابن معاویه فعل الاسلام السلام، این اختیار حضرت رو میرسونه. در تمام مراحل زندگی خودش، حتی در اون نهایت درگیری مسائل کربلا در روز عاشورا، حضرت میتونست بالاخره اقدام نکنه
برگرده بگه حالا اولادم کشته شد، خاندانم، بچه هایم از دستم رفت، جوانانم از دستم رفت، خب خودم نمیخوایم از دست برم. پس در نهایت تا همون دقایق آخر حضرت داره اختیار تام و کامل بود و با اختیار خودش آمد قیام کرد در برابر ظلم. بسیار تشکر استاد. ظاهران بحث بسیار مهم و مطلوبه خرافات ماند تا ادامهش در هفته بعد در محضر شما ادامه بتیم استاد. انشالله در خدمت شما هستم. دعا بکنیم استاد یک جمله و ختم. امیدوارم انشالله خداوند متعال جوامع اسلامی، جوانان اسلامی، پیروان اسلام و مخصوصاً پیروان آقا امام حسین و علی ابن ابی طالب را از همه انواع خرافات انشالله حفظ کنه و جامعه ما دارای اون اصالت های اعتقادی، عرفی، اجتماعی، دینی باشه. الهی آمین. از همه شما بزرگان تشکر میکنیم. شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. یا محمد و یا علی و یا فاطمه و یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی.